الو، السلام عليكم. ايه محسن، كيفك؟ ايه انا حسن من لبنان. ايه انا ان شاء الله اليوم جاي على ايران. سلام حسن حبيبي، كيفك؟ أهلا وسهلا فيك بإيران. لا، ما اتفقنا هيك. لازم تحكي معي فارسي من أول وصولي على إيران. طيب، سلام، حال شما چطور است؟ به إيران خوش آمدید. آسمان می آید. تذكر لما رحنا على صيد السمك بلبنان؟ يا الله، رزق الله هذيك الايام مش كانت حلوه لما صيدنا سمك كبير هيك، تذكرها؟ قد الكرش. من امروز برای دیدار با شاگردانم به مدرسه خواهم رفت. ما هم می توانیم بیاییم؟ برای چه می خواهید بیایید؟ برای اینکه حسن باید فعل‌های نوشتن، دیدن، آمدن و رفتن را در زمان حال اخباری مرور کند. ولی درس زمان حال اخباری که در برنامه سوم یا چهارم گفته شده است. مادر، ما برای مرور درس‌های قبل می آییم. اشکالی ندارد. پس با هم به دیدار شاگردانم خواهیم رفت. دیدار؟ یعنی چی؟ خواهیم رفت؟ چه زمانی است؟ دیدار یعنی اللقاء. خواهم رفت، خواهی رفت، خواهد رفت. خواهیم رفت، خواهید رفت، خواهند رفت. زمان آینده است. آینده یعنی المستقبل. زمان آینده است. زمان آینده است. خواهیم رفت. فقط بگم من معلم سختگیری هستم. سختگیری یعنی چی؟ سختگیری یعنی اسرامه. چی شد؟ مادر، شما به زبان عربی صحبت کردید. مدرسه دور است؟ خیلی نه، پیاده هم میشه مدرسه. بله، بیا رو ماشی. بیا. من نامه می نویسم. تو نامه می نویسی. آفرین آفرین، تو نامه می نویسی. او نامه می نویسد. آفرین، او نامه می نویسد. ما نامه می نویسیم. آفرین، ما نامه می نویسیم. شما نامه می نویسید. شما نامه می نویسید. آفرین. آنها نامه می نویسند. آفرین. آنها نامه می نویسند.
لیلا کتاب می‌نویسد. آفرین، می‌نویسد. لیلا و زهره و زهرا مقاله می‌نویسند. آفرین، می‌نویسند. من و زهرا و زینب خاطره می‌نویسیم. آفرین، می‌نویسیم. من پلیس را می‌بینم. من پلیس را می‌بینم. تو پلیس را می‌بینی. تو پلیس را می‌بینی. او پلیس را می‌بیند. او پلیس را می‌بیند. ما پلیس را می‌بینیم. ما پلیس را می‌بینیم. شما پلیس را می‌بینید. شما پلیس را می‌بینید. آنها پلیس را می‌بینند. آنها پلیس را می‌بینند. آفرین، فاطمه پستچی را می‌بیند. درسته، می‌بیند. حالا ناهید و شهلا خلبان را می‌بینند. می‌بینند. آفرین. من و نادیا و گلبانو مدیر را می‌بینیم. آفرین، می‌بینیم. درسته. شما و سارا و ثریا معلم را می‌بینید. آفرین، می‌بینید. درسته. شما. من به خانه می‌روم. آفرین. شما. تو به بازار می‌روی. آفرین، درسته. شما؟ او به جشن می رود. آفرین، درسته. شما؟ ما به مسجد می رویم. درسته، باریکلا. شما؟ شما به لبنان می روید. درسته، آفرین. و شما؟ آنها به ایران می روند. درسته، درسته. آفرین دخترای خوبم. حالا آقای حسن الحاج بگن. من از مدرسه می آیم. تو از کارخانه می آیی. او از دانشگاه می آید. ما از نماز جمعه می آییم. شما از مسافرت می آیید. آنها از مشهد مقدس می آیند. درسته، آفرین پسرم، درسته. فرشته ها از آسمان می آیند. آفرین، آفرین. فرشته ها از آسمان می آیند. فرشته ها از آسمان می آیند. بچه ها خوب بودن؟ شما شغل خوبی دارید. بچه ها فرشته هستند. معلمی شغل خیلی مفید است. بله، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید معلمی شغل انبیا است. کجا می روید؟ ما به موزه حیات وحش می رویم. به سلامت، مراقب خودتان باشید. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. یلا لحظه، شو على فكره، شو رايك نطلع لفوق ونغير ثيابنا بعدين نروح على المتحف؟ طيب يلا، انا بغير الكوت تبعي والقميص. ايه، وانا بدي اغير ثيابي. يلا
والله كان طيب الأكل. مشان هيك أكلنا كتير. يلا. بس ليش فاضي؟ ايه مزبوط، لانه انا منسق مع اصحاب المرض حتى تيجي تتعرف على عالم الحيوانات وما يكون في عجب وبتتعرف على الرواق. اسلم بدك منسق كل شيء ظاهر ها؟ طيب اینجا موزه حیات وحش است. اینجا موزه حیات وحش است. حیات وحش یعنی چی؟ حیات وحش یعنی عالم الحیوان. ها عالم الحيوان، حياة وحش. يلا. شو حلو. این یوز پلنگ است. او نر است. ها یوز پلنگ. نر؟ نر یعنی چی؟ نر یعنی ذکر. ماده یعنی انثى. ها مذکر، مؤنث، مرد، زن. نر یعنی ذکر و ماده یعنی انثى. نر، ماده، مذکر، مؤنث. اینجا مشخصات این یوز پلنگ نوشته شده است. مشخصات؟ یعنی مواصفات. آه مواصفات. بله، قد 1.5 متر، وزن 57 کیلوگرم، سن 5 سال، محل زندگی استان گلستان، غذا گوشت، البته گوشت بی استخوان. مشخصات یعنی اسم، قد، وزن، محل زندگی، غذا و از این قبیل. مشخصات فردی انسان. مشخصات فردی انسان. نام. نام. نام خانوادگی. نام خانوادگی. سن. سن. قد. قد. تاریخ تولد. تاریخ تولد. محل تولد. محل تولد. تأهل یا تجرد. تأهل یا تجرد. تعداد فرزند. تعداد فرزندان. دین. دین. مذهب. مذهب. میزان تحصیلات. میزان تحصیلات. ماشاءالله شو في انواع طيور. اي نعم. طيب ليك فيك تقول لي اياهم اسماء وحده وحده بالفارسي؟ طبعا. آنها قو هستند. قو. قو يعني الوزن. او مرغ های دریایی. مرغ های دریایی. لک لک ها. لک لک. این دسته از پرنده ها ماهی خار هستند. ماهی خار. ماهی خار. این پایین مرغابی ها هستند. مرغابی. این طرف مرغ های خانگی و خروس ها هستند. مرغ های خانگی، خروس ها. پرنده های خانگی یعنی الطیور الالیفه. پرنده های خانگی یعنی الطیور الالیفه. مرغ ماده و خروس نر است. درسته. خروس ها تاج دارند. بالای سرشان تاج دارند. فرق پرنده ها با دیگر جانوران چیست؟ پرنده ها عندهم جوانح و ریش و منقار. بله درسته. پرنده دست ندارد. به جای دست بال دارد. به دهان پرندگان منقار میگوییم.
پوشش پرنده ها پر است. پرنده ها به جای دهان منقار، به جای دست بال و به جای مو پر دارند. آفرین، اینها کبوتر هستند. اینها کبوتر چاهی هستند، یعنی کبوترهایی که در چاه زندگی می کنند. آها، کبوترهای چاهی، کبوترهایی که در چاه زندگی می کنند. اینها کلاغ هستند. کلاغ پرنده است که هم گیاهخوار و هم گوشتخوار است. کلاغ هم گیاهخوار و هم گوشتخوار است. اینها زندگی دارند؟ زنده یا مرده؟ اینها زنده نیستند. اینها مرده هستند. اینها حیوانات مرده هستند. حیوان، حیوانات، حیوانها. زنده، مرده. اینها زنده نیستند. اینها مرده هستند. توتی، توتی. فنچ، فنچ. بلبل، بلبل. مرغ عشق، مرغ عشق. طب خلنا نروح هناك شوف. هناك قصة طريفة. أنا قبل أن ندخل في صلب الموضوع أريد أن أشرح هذه القصة. وكنت في الطريق إلى الصف، فادي واجهني في الطريق وسألني سؤال. قال: كثيرا ما نجد كلمات في الفارسية آخرها تشي مثل بتشي بمعنى طفل، أو كلمة كي مثلا نقول دخترك. دختر نعرف بأنها بمعنى بنت، لكن ما معنى دخترك؟ بمعنى دختري كوچك. بأن تشي أو كي في آخر بعض الأسماء تدل على التصغير، تصغيره بمعنى أن الشيء الصغير، الشيء الصغير. فمثلا بسرك بمعنى بسرك وشك، الولد الصغير، البنت الصغيرة. فهذه الكلمات أسلوب للتصغير. ومع أننا نعرف أن دائما ليست هذه الكلمات فقط للتصغير، فأحيانا للتحقير. مثلا في الفارسية نقول، وطبعا هذا ربما خارج عن إطار الأدب والسلوك الصحيح، مثلا إذا يقولون مردك، تحقير لمكانة شخصية هذا الإنسان، يعني الرجل الصغير. ها، الرجل الصغير ليس بمعنى جسمه صغير، بمعنى أنها لا تتمتع أو لا يتمتع بشخصية ممتازة مرموقة. فهذا الأسلوب، أسلوب التصغير بإضافة شيء في آخر الكلمات. مثلا دفتر، واضح في الفارسية، في العربية نقول دفتر. فإذا قلنا دفتر شيء يعني دفتر صغير، أو نقول مثلا كتاب شيء يعني كتاب صغير، هذا بإضافة شيء. أما الأسلوب الثاني إضافة كي في آخر، فمثلا نقول جنجشكاك يعني العصفور الصغير، العصفور الصغير. فبمناسبة هذا نطلب جملة مثال: جنجشكاك بر روی درخت پرید، طارت العصفورة، عصفورة يعني مصغر، طارت العصفورة على الشجرة، طارت العصفورة على الشجرة بمعنى جنجشكاك روی درخت پرید. أثناء دراستكم للغة العربية تعلمتم أن هناك كلمات نسميها بالحال أو نسميها بالتمييز. فمثلا عندما نقول أنا قرأت كثيرا، كثيرا صفة لمفعول مطلق محذوف تبين مدى القراءة في هذه الجملة، يعني قراءة كثيرة. هل هناك مثل هذا الأسلوب في الفارسية؟ نعم، لكن في الفارسية لا نسميها حالا ولا تمييزا، نسميها بقيود، قيد ما تبين وضعا موقفا خاصا في الجملة. لاحظوا هذه الأمثلة، فبعضها، بعض هذه القيود أو بعض هذه الكلمات التي نسميها قيد في الفارسية تدل على الكيفية، وبعضها تدل على الزمان، وبعضها تدل على المقدار من الشيء.
مثلا نقول هو يتحدث بالعربية جيدا، هو يتحدث بالعربية جيدا. ماذا نقول بالفارسية؟ او عربي خوب صحبت میکنند. او عربي خوب صحبت میکنند. خوب قيد في هذه الجملة، تبين او يبين الكيفية في هذه الجملة. او بعد من نویسد، او بعد من نویسد، هو يكتب سيئا او هو يكتب رديئا او غير انيق. فهذا الكلمة في الجملة الفارسية بمعنى ان تبين هذه الكلمة الحالة في الجملة. او مثلا كلمة هميشه بمعنى دائما. او هميشه زود بيدار مشود، هو يستيقظ مبكرا دائما، هو يستيقظ مبكرا دائما. فكلمة هميشه قيد بالفارسية، طبعا نقول قيد، تبين الزمن الموعد الزمني. او نقول بعضي وقتها، هو يستيقظ متأخرا بعض الأوقات، قاهي بعضي وقتها، هو يراجع المكتبة أحيانا، وقاهي بكتاب خانة مراجعة مكونات قاهي. فكلمة قاهي وكلمة هميشه من القيود التي تدل على الزمان. أو كلمة خيلي كم، خيلي أو كم، مثلا أنا أحب أمي كثيرا، أنا أحب أمي كثيرا. مريم ما معنى هذه الجملة؟ من مادرم را خيلي دوست دارم. صحيح، من مادرم را خيلي دوست دارم، أنا أحب أمي كثيرا. أو ننتقل إلى سميرة، أنا أقرأ درسي قليلا، ماذا نقول بالفارسية؟ من كم درس مخانم. من كم درس مخانم، صحيح. شكرا لهذه الأجوبة.